مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه با مشکلات روبرو گشتند. اکنون کارمندان فسب از آنها طلب دارند که از بالای همدیاران خود خبرکشی نمایند. شهروندی تاجیکستان شیرین جان قلندروف را در ایستگاه مترو دو مرد نامعلوم با لباس شهروندی بازداشت نمودند. آنها خود را همچون کارمندان فسب روسیه معرفی نموده، حجت ها و تلفن موبایلی او را دیده برآمدند. حجت هایم کمبودی نداشت و از تلفنم یگان چیزی کریمینالی دریافت نگردید. پس از این آنها مرا به یک کنج برده رقم تلفنیم را نویسته گرفته، به من گفتند که من بعد من به آنها در خصوص مهاجران همدیار شبهناک خبرکشی کنم. خبرکشی کنی پول میگیری، گفتند آنها. وقتی که من رد نمودم آنها به تهدید کنی گذاشتند و به من یک هفته مهلت دادند تا اینکه در خصوص تکلیفشان فکر کنم، گفت شیرین جان. وقتی که شب او به همدیارانش آیدی حالتی شده گذشتن نقل نمود، معلوم گردید که نه تنها به او تکلیفی زیرین داده شده است. رئیس تشکیلات اتموس در شهر مسکو کریم جان یاروف میگوید که کسانی که به تکلیف کارمندان فسب آیدی خبرکشی از بالای همدیارانش رد میکند، آنها به مهاجران با دپارتاسیا تهدید مینمایند. تای چند روزی اخیر 8 مهاجر از تاجیکستان با چنین تهدید از طرف کارمندان فسب به من نقل نمود. خصوصا به ما برای کمک حقوقی نمودن شهروندی تاجیکستان مراجعه نمود که به نزدیکی از شهر تولا به مسکو گذشته آمده است. کارمندان فسب به او همکاری کردن را تکلیف نمودند. او این تکلیف را رد کرده است. حالا باشد به او دپورتاسیا شدن از روسیه تهدید شده استاد است، حالان که حجت هایش کمبودی ندارد. ما به دادگاه مراجعه کردیم تا اینکه در چارچوبه قانون مسئله زیرین مطرح شود، گفت یاروف. بقیده کارشناسان جلب کنی مهاجران از طرف خدمات های مخصوص روسیه کی ها باز عملی گردانیده می شود، ولی پس از دستگیر شوی یک گروه مهاجران سنه 14 آگوست که گویا در تشکیل ترکیش ها در منطقه شهر مسکو گمان برند، جلب کنی مهاجران خیلی افزوده است. یادرس میکنیم که سنه 14 آگوست با عیبی بافته شده یک گروه شخصان برای تشکیل نمودنی ترکیش ها دستگیر شدند که 3 نفری آنها سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف شهروند تاجیکستان می باشند.